Assalomu alaykum, xonandagoni aziz. Darsi mo zaboni tojiki ast. Allakay shumoyon kitobu daftar dar pesh intizori gosh kardani dars hastid. Ofarin. Bisyor khub. In tavr boshad darsro sar kardem. Darsi mo zaboni modari ast. Mavzu-i imrozi mo muayyan kunandi izofi va be izofa. Bayoniya. یعنی خوانندگان عزیز ما امروز دو موضوع را در یک جایگی از خود میکنیم. مقصد درس ما از اینها عبارت است. یکم درباره معین کننده های اضافی و بی اضافه و بیانیه معلومات میگیریم. دویم فرق آنها را با مثال ها میآموزیم. سیوم دانش خطی و شفاهی خود را انکشاف میدهیم. انا خوانندگان عزیز با مقصد درس شناس شدیم. اکنون شعار درس امروزی ما خاک وطن از ملک سلیمان خوشتر. این چی معنی دارد؟ خوانندگان عزیز برای هر یک انسان وطن این مقدس است. هر یکی ما باید وطن عزیز خود را از دل و جان دوست داریم. با وطن خود خدمت نماییم. هر روز از خود پرسیم که من امروز برای وطن چی کردم. انا خوانندگان عزیز درس نو را آغاز میکنیم. با دقت گوش کنید. معین کننده از روی طرز علاقه دو خیل میشود. اضافی و بی اضافه. معین کننده اضافی. مثال هوای دلکش. برای چی این را اضافی میگویند؟ برای آن که دو کلمه هوا و دلکش با بندک اضافی ای علاقمند شد. یعنی معین کننده و معین شونده با بندک اضافی ای علاقمند شدند. قامتی بلند. انا با این لوحه نگاه کنید خوانندگان، ای با حرف سرخ اشاره شده است. معین کننده بی اضافه. کلانترین بینا. انا در اینجا نگاه کنید، بندک اضافی ای وجود ندارد. برای همین این را بی اضافه میگویند. خوشبخترین مرد. انا خوانندگان عزیز با خیلهای معین کننده شناس شدیم. اکنون معین کننده اضافی دو خیل می شده است. صفتی و صاحبی. چگونه معین کننده ها را معین کننده صفتی می نامند؟ معین کننده صفتی صفت، خصوصیت و حالت پردمت را افاده می کند. یک کارگری گندمگون چشم و ابروسیاه بلند قامت و منبر برآمد. کنی خوانندگان عزیز در اینجا معین کننده صفتی کدام است؟ سوال میگذاریم. کدام کارگر؟ یعنی چه خل کارگر؟ کارگری گندمگون چشم و ابروسیاه بلند قامت. در اینجا گندمگون چشم و ابروسیاه بلند قامت معین کننده صفتی است. اکنون معین کننده صاحبی چیست؟ معین کننده هایی که به واسطه بندک اضافی به معین کننده تابع شده صاحبیت و نسبت داشتن را افاده می کنند معین کننده های صاحبی نام دارند. مثال صندلی مهمانخانه با آتش هیزم زردالو سخت گرم شده بود. در اینجا معین کننده صاحبی خوانندگان مهمانخانه می باشد، چونکه صندلی را به مهمانخانه نسبت دادند. انا این است معین کننده های صفتی و صاحبی. فهماشته باشد. بسیار خوب. اکنون خوانندگان عزیز معین کننده های صفتی با کدام حصه های نطق افاده می یابند؟ اینها را با مثال ها از خود میکنیم. انا یکم با صفتی اصلی به این مثال نگاه کنید. پرده سیاه اطراف را فرا گرفت. کاری سوال میگذاریم، پرده چه خیل؟ پرده سیاه. این معین کننده صفتی است. با صفتی اصلی افاده یافت. یعنی سیاه این صفتی اصلی. جوان سبزینه قامت بلند در یک سوی مینش است. کاری سوال میگذاریم، چه خیل جوان؟ جوان سبزینه قامت بلند. در اینجا سبزینه قامت بلند خوانندگان
معین کنندهی صفتی که با صفتی اصلی افاده یافت. انا خوانندگان عزیز اکنون با صفتی نسبی افاده می یافته است. مثال وقتی کشت های بهاری می گذشت. در اینجا بهاری معین کننده است، معین کننده صفتی، یعنی با صفتی نسبی افاده یافت. برای چی؟ چونکه کشت را به بهار نسبت دادند. سیل امسال سخت بوده است. سوال میگذاریم کدام سیل سخت بوده است؟ امسال این معین کننده صفتی است که با صفتی نسبی افاده یافت. چونکه سیل را به سال نسبت داده استادند. انا خوانندگان عزیز این فهم شده باشد اکنون با صفتی فعلی هم افاده میافته است. با دقت گوش کنید. حافظ خسته و راه گفته این مسافه را طی کرد. کنی در اینجا معین کننده صفتی. حافظ خسته و راه گفته این مسافه را طی کرد. کنی در اینجا معین کننده. معین کننده صفتی خوانندگان خسته و راه گفته. یعنی سوال گذاریم کدام حافظ؟ حافظ خسته و راه گفته. در اینجا خسته و راه گفته خوانندگان صفتی فعلی است. برگ های خزان شده از باد جانکاه فرو می ریخت. یعنی خوانندگان عزیز معین کننده صفتی در اینجا هم با صفتی فعلی افاده یافته است. خزان شده این صفتی فعلی است. انا خوانندگان عزیز به این رسم نگاه کنید. فصل تیرماه زرین یعنی فصل خزان ریز تصویر یافته است. انا این هم فهماش دیگه باشد خوانندگان اکنون با شماره ترکیبی افاده شده نش را با مثال ها میبینیم. روز دویوم و سیوم بچه ها به شرایط عادت کردند. کنی سوال میگذاریم کدام روز بچه ها به شرایط عادت کردند؟ روز دویوم و سیوم. در اینجا دویوم و سیوم خوانندگان معین کننده صفتی است که با شماره ترکیبی افاده شد. دوامش پدرم برای روغندان با لامپ چیلوم خمچه سفالین خریده بوده است. کنی سوال گذارید کدام لامپ؟ لامپ چیلوم. در اینجا چیلوم این شماره است خوانندگان، یعنی معین کننده صفتی با شماره افاده یافت. انا خوانندگان عزیز این فهم شدگی باشد اکنون معین کننده های صاحبی با کدام حصه های نطق افاده می یابند؟ اینها را با مثال از نظر می گذرانیم. یکم بنا با اسم افاده می شدیم. شهرت حافظ عالمگیر شد. انا خوانندگان به کلمه شهرت اعتبار دهید. امروز موافق املای نو این کلمه هم با حرف او نوشته می شود. شهرت حافظ عالمگیر شد. کنی سوال گذارید کدام شهرت؟ شهرت حافظ. در اینجا حافظ معین کننده صاحبی با اسم افاده یافت. چهره حاجی عمر سهل روشن گردید. در اینجا باشد معین کننده صاحبی حاجی عمر. انا سوال گذارید چهره کی روشن گردید؟ حاجی عمر. یعنی در اینجا باشد خوانندگان معین کننده صاحبی با اسم افاده شده است. انا این فهما باشد خوانندگان عزیز اناکنون با جانشین افاده شده نش را از نظر می گذرانیم. مثال گفتگوی آنها خیلی دوام کرد. سوال گذارید کدام گفتگو؟ گفتگوی آنها. در اینجا آنها معین کننده صاحبی با جانشین افاده یافت. سواره های آن به درون در آمدند. سوال میگذاریم سواره های کی؟ سواره های آن. در اینجا آن معین کننده صاحبی با جانشین افاده شده است. انا خوانندگان عزیز اکنون مشق دو را یک جای اجرا میکنیم. اول با شرطش شناس شویم. بیت ها را خوانید و معنی داد کنید. معین کننده های اضافی را معین کرده شرح دهید که صفتی اند یا صاحبی و با کدام حصه های نطق افاده یافته اند. انا خوانندگان عزیز بیت ها را یک بار می خونیم، معنی داد می کنیم. انا معین کننده های اضافی را
معین میکنیم، یعنی کدام معین کننده اضافی بود در اولی درس گفتیم، و شرح میدهیم که آنها صفتی یا صاحبی. پیچید چون ماری زخم خورده، افتاد چون ماری نیم مرده. کنی در این بیت خوانندگان معین کننده کدام است؟ ماری زخم خورده، یعنی زخم خورده معین کننده. کنی اکنون گوید این معین کننده اضافی است یا به اضافه؟ آفرین، این معین کننده اضافی است، چونکی با بندگی اضافی ای علاقمند شد و صفتی است. بسواری چه خیل جواب شده ساده است؟ چه خیل مار؟ ماری زخم خورده. افتاد چو ماری نیم مرده. در اینجا ماری نیم مرده، یعنی نیم مرده معین کننده اضافی است خوانندگان، و معین کننده صفتی. چو خواهی که نامت بود جاویدان، مکن نام نیک بزرگان نهان. در این بیت دویم باشد نام نیک، نام چخیل، نام نیک معین کننده، معین کننده اضافی است و معین کننده صفتی، چونکه صفتی نام را در اینجا افاده کرده استاده است. انا خوانندگان عزیز، این بیت ها را از یاد میکنید، با دفتر نویسته به زیر معین کننده ها خط میکشید. اکنون خوانندگان عزیز، معین کننده به اضافه پردمت را شرح و ایضاح داده، به واسطه جانشین ها، شماره و صفت افاده میابد. نگاه کنید، یکم منه با جانشین، این خانه زخشت کهنه انداخته ام. کدام خانه؟ این خانه. در اینجا این معین کننده از خوانندگان، با جانشین افاده یافت. دویم با شماره، سه برادران حولیشان را تعمیری اعلا کردند. چند برادر؟ سه برادر. در اینجا سه معین کننده به اضافه با شماره افاده یافت. سیوم با صفت، با کلانترین خانقاه بخارا رفتم. در اینجا کلانترین معین کننده به اضافه که با صفت افاده یافته است. انا این فهماش دیگه باشد خوانندگان عزیز، اکنون مشق پنج را اجرا میکنیم. با شرط مشق شناس شوید، جمله ها را نویسید و به زیر معین کننده های به اضافه خط کشید. گویید که با کدام حصه های نطق افاده یافتند. انا خوانندگان عزیز، جمله ها را خوش رو می نویسیم، به زیر معین کننده های به اضافه خط میکشیم. فهمه شد میخوانندگان؟ به زیر معین کننده های به اضافه خط میکشیم و گوید که با کدام حصه های نطق افاده یافتند. انا خوانندگان عزیز، چون هر وقت من با خطی سرخ اشاره میکنم، شما باشید به زیرش خطی موج میکشید. جمله یکم، ماهک این خبر را آرام شنید. کنی سوال میگذاریم، کدام خبر را؟ این خبر را. در اینجا این معین کننده به اضافه، با کدام حسی نطق افاده شد؟ این جانشین است. آفرین. جمله دویم، همه اطراف و اکناف این دم گوش و هوش شده بود. در اینجا وجود ندارد. جمله سیوم، اولین کس بابای مردم بود. کدام کس؟ اولین، یعنی در اینجا اولین معین کننده ای به اضافه با شماره افاده یافته است. جمله چهارم، سگ دو سه غراس به معنی کرد و خاموش شد. سوال میگذاریم، چند غراس؟ دو سه. در اینجا دو سه معین کننده ای به اضافه بود از خوانندگان و با شماره افاده یافت. جمله پنجم، یازده ماه پس مادیان کره به دنیا آورد که مردم با دیدنش انگشت حیرت میگزیدند. چند ماه؟ یازده. در اینجا یازده معین کننده ای به اضافه خوانندگان و با کدام حسی نطق افاده یافته است؟ یازده، البته این شماره. آفرین. و جمله آخران، می گفتند که
صاحب چنین اسب خوشبخترین آدم دنیا باید باشد. در اینجا خوشبخترین این معین کنندهی به اضافه. با کدام حسی نطق افاده یافته است خوانندگان سوال میگذاریم؟ چه خیل آدم خوشبخترین یعنی صفت است. آفرین، انا این مشق را هم یک جای اجرا کردیم، اکنون به دفترتان نویسید. انا موضوع دویم ما خوانندگان بیانیه بود. بیانیه چیست؟ با دقت گوش میکنیم. اگر با دقت نباشید خوانندگان، بیانیه را از معین کننده فرق کرده نمیتوانید. بیانیه یک نوع معین کننده بوده، پردمت را از یگان جهت معین و تعیین میکند. مخصوصیت بیانیه آن است که معین شونده را با نام دیگر افاده میکند. بیانیه به سوالی کدام جواب میشود؟ برای همه فهمه شد میخوانندگان. بیانیه به کدام سوال جواب میشده است؟ به سوالی کدام؟ مثال شاعر ترسونزاده. سوال میگذاریم. کدام ترسونزاده؟ شاعر. در اینجا شاعر خوانندگان بیانیه. نرزی آسیابان. سوال گذارید. کدام نرزی؟ نرزی آسیابان. انا خوانندگان عزیز، این فهما شده که باشد اکنون با خیلهای بیانیه شناس می شویم. بیانیه هم خوانندگان مانند معین کننده دو خیل می شود، اضافی و به اضافه. بیانیه اضافی با بنده که اضافی علاقمند می شود و آن همیشه بعد از بیان شونده می آید. مثال موسفید تاجیک. کدام موسفید؟ موسفید تاجیک. در اینجا تاجیک خوانندگان بیانیه یعنی بیانیه ای چی است؟ اضافی، چون که با بندکی اضافی علاقمند شد. مرد دهقان. کدام مرد؟ مرد دهقان. در اینجا هم بیانیه ای اضافی است، با بندکی اضافی علاقمند شد. اکنون بیانیه ای به اضافه چگونه بیانیه است؟ در بیانیه ای به اضافه طرز علاقه همراهی بوده، واسطه اش آهنگ تلفظ می باشد. آن پیش از بیان شونده امیر عبدالاحد، رفیق معلم، اکا مخیم و پس از آن صدر الدین عینی، عبدالفتاح کلالی نیز می آید. یعنی خوانندگان هم پیش از بیان شونده هم پس از بیان شونده آمده می توانست است. من امیر عبدالاحد گفتیم، پیش از بیان شونده آمد، صدر الدین عینی گوییم پس از آن آمد. انا این فهماشت که باشد خوانندگان عزیز، اکنون مشق یک را اجرا میکنیم. جمله ها را نویسید و بیانیه ها را یافته به زیرشان خط کشید. انا خوانندگان عزیز، این جمله ها را هم می نویسیم و بیانیه ها را یافته به زیرش خط میکشیدیم. به زیر بیانیه هم خوانندگان عزیز خطی موج کشید. انا خوانندگان عزیز نگاه کنید. دوستم بهرام از حال ما خبر گرفت. کنی در اینجا بیانیه. سوال میگذاریم. کدام بهرام؟ دوستم. یعنی در اینجا دوستم چی است؟ بیانیه. همسبقم آهستماه مرا بعد از 35 سال نشناخت. در اینجا باشد خوانندگان بیانیه کدام است؟ سوال میگذاریم. کدام آهستماه؟ همسبقم. یعنی همسبقم بیانیه بوده است. سیوم، جلیل آهنگر بیل و کلندها را خوش صفت تیار میکند. سوال گذارید، کدام جلیل؟ جلیلی آهنگر. در اینجا باشد آهنگر بیانیه است. درباری استاد عینی بسیار کسان یادداشت نوشتند. سوال گذارید چه؟ کنی در اینجا بیانیه. کدام عینی؟ استاد. در اینجا استاد چی بوده است؟ بیانیه. آفرین. در آن مجلس ها از احمد کله هم گپ می شد. از کدام احمد؟ احمد کله. در اینجا کله بیانیه است. پدرم به من و برادرم عزیز خان از پهلوانی های پیشتره خود نقل می کرد. سوال می گذاریم.
کدام عزیز خان؟ برادرم. در اینجا برادرم بیانی است. انا این فهماشت باشد خوانندگان عزیز. انا اکنون موضوع امروز را با طریق سوال و جواب مستحکم میکنیم. کنی من سوال میدهم، شمایان جواب میدهید. سوال یکم، معین کننده از روی طرز علاقه به کدام خیل ها جدا میشود؟ سوال فهما میخوانندگان، معین کننده از روی طرز علاقه به کدام خیل ها جدا میشود؟ آفرین، اضافی و بی اضافه. سوال دویم، معین کننده اضافی با کدام حصه های نطق افاده مییابد؟ با صفت اصلی، نسبی، صفت فعلی، شماره ترکیبی. انا این فهماشتی باشد خوانندگان. سوال سیوم و آخران، این مرد معین کننده اضافی است یا به اضافه؟ کنی معین میکنیم، معین کننده به اضافه بوده است. آفرین خوانندگان عزیز، انا درس امروز را مستحکم نمودیم. اکنون خود را سنجید. حاضر من خوانندگان عزیز به شمایان یک چند سوال ها میدهم، سوال های تستی البته. شما یک ورق و قلم به دست میگیرید و جواب های درست را برای خود اشاره میکنید. وقتی که من جواب درست را اعلام میکنم، جواب های خود را با جواب اعلام شده مقایسه میکنید و به خود بها گذاری میکنید. تیار باشید، سر میکنیم. معین کننده از روی طرز علاقه چند نوع می شود؟ یعنی جواب ها A 2 B 3 V 4 G 6. یعنی کار میکنیم خوانندگان؟ انا شده باشد. اکنون دویم، در جمله ماه منیر عالم را روشن میکرد، کدام نوع معین کننده است؟ یعنی خوانندگان، کدام نوع معین کننده در اینجا وجود دارد؟ A به اضافه، B اضافی، V به واسطه، G به واسطه. یعنی کار میکنیم. انا شده که باشد، سوال آخران را میخونم. در کدام بند معین کننده از جهت ساخت درست ذکر شده است؟ جواب ها A ساخته و تفصیلی، B مرکب و ترکیبی، و ساده و ترکیبی، گ ساده و ساخته. سوال فهمه شد میخوانندگان؟ یعنی معین کننده از جهت ساخت در کدام بند درست ذکر شده است؟ انا جواب ها تیار باشند، اکنون با جواب های درست مقایسه کنید. انا سوال یکم جوابش چنین بود، معین کننده از روی طرز علاقه دو نوع میشده است. یعنی جواب در وریانت A، جوابی درست خوانندگان در وریانت A وجود دارد. دویم، در جمله ماه منیر عالم را روشن میکرد، کدام نوع معین کننده است؟ معین کننده اضافی. آفرین. انا سیومش، در کدام بند معین کننده از جهت ساخت درست ذکر شده است؟ البته جوابی درست در وریانت و ساده و ترکیبی. انا خوانندگان عزیز، خودمان را هم سنجیدیم. اکنون وظیفه خانگی امروزی ما از خود کردن موضوع دویم، مشق سه، جمله ها را نویسید و به زیر بیانیه ها خط کشیده آنها را شرح دهید. خوانندگان عزیز، جمله ها را می نویسید، به زیر بیانیه ها خط می کشید، یعنی خطی موج می کشید، از خاطر نبراید، و آنها را شرح می دهید. انا این بود درس امروزی ما خوانندگان عزیز. اگر سوال ها پیدا شود البته مراجعت کنید. تا درس های آینده صحت و سلامت باشید.